سلام دوستان، رکو هستم و با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به بازیگران معروف ایرانی که در سال 1399 درگذشتند می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. استاد محمد علی کشاورز. محمد علی کشاورز زاده 26 فروردین 1309 می باشد. وی در اصفهان متولد شده است و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است. محمد علی کشاورز دارای نشانه درجه 1 فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران بوده است. از محمد علی کشاورز در کنار داوود رشیدی، عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی و علی نصیریان به سبب تأثیرشان در فیلم‌های ایرانی به عنوان 5 بازیگر مرد ماندگار تاریخ تئاتر، سینما و تلویزیون ایران یاد می‌شود. این هنرمند بر اثر نارسایی کلیوی در سن 90 سالگی در تاریخ 25 خرداد 1399 دار فانی را وداع گفت. احمد پور مخبر. احمد پور مخبر بازیگری را از سن 65 سالگی شروع کرد و خیلی زود با نام مشقربون به شهرت رسید. احمد پور مخبر اولین بار در سال 1375 و در چند سکانس کوتاه برای مجید مجیدی و در فیلم بچه های آسمان جلوی دوربین رفت. اما شهرت اصلی احمد پور مخبر مدیون دو سریال متهم گریخت سال 1385 و ترش و شیرین نوروز سال 86 است که کارگردانی هر دوی آن را رضا عطاران بر عهده داشت. احمد پور مخبر هنگامی که برای تست بازیگری پسرش همراه با او رفته بود، برای تست نقش پیرمرد فیلم توسط رضا عطاران دعوت شد. پسرش رد شد اما او به دلیل بازی خوبش قبول شد. رضا عطاران با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در تاریخ 30 تیر ماه 1399 خبر درگذشت وی را منتشر کرد. وی صبح روز 30 تیر ماه 99 پس از یک ماه بستری در بیمارستان بر اثر سکته مغزی در بیمارستان فیروزگر دار فانی را وداع گفت. سیروس گرجستانی. علی اکبر محمودزاده گرجستانی با نام هنری سیروس گرجستانی سال 1325 در بندر انزلی متولد شد. آغاز سالهای دبستان او همزمان بود با مهاجرت خانواده‌اش به تهران. گرجستانی کودکی را در ناصر خسرو گذراند و در تهران رشد کرد. اما همیشه دلش هوای شمال را داشت و حتی گفته بود اگر بازیگر نبود قطعاً در شمال زندگی می کرد. او کار خود را از تئاتر آغاز کرد و سپس به تهران آمد تا تجربه ای جدید در عرصه سینما و تلویزیون به دست آورد. گرجستانی فعالیت در تئاتر را در سال 1349 و فعالیت تلویزیون را در سال 1356 شروع کرد و پس از آن به استخدام وزارت فرهنگ و هنر سابق و ارشاد کنونی درآمد. آغاز فعالیت‌های سینمایی او با فیلم فریاد مجاهد در سال 1358 اتفاق افتاد. او در این فیلم به عنوان بازیگر ایفای نقش کرد. سیروس گرجستانی از 11 تیر به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهید لواسانی تهران بستری شد و صبح 12 تیر ماه 99 به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت. سید جلال طباطبایی. سید جلال طباطبایی در سال 1329 در تهران متولد شد. سید جلال طباطبایی برای اولین بار در سال 1352 در فیلم سینمایی مکافات به کارگردانی کامران قدکچیان به ایفای نقش پرداخت. از دیگر کارهای او در قبل از انقلاب میتوان به صمد آرتیست میشود، مسلخ و پشمالو اشاره کرد. بعد از انقلاب سید جلال طباطبایی در سال 1363 با بازی در فیلم پیراک دوباره به عرصه بازیگری بازگشت. وی در سال 1384 بازی در شبهای برره را در کنار مهران مدیری، سیامک انصاری، محمد شیری و سعید پیردوست تجربه کرد و خاطره ای به یاد ماندنی در ذهن هنر دوستان به یادگار گذاشت. سید جلال طباطبایی در 22 تیر 1399 در سن 70 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. استاد بهمن مفید.
بهمن مفید متولد 25 مرداد 1321 در تهران بازیگر، نوازنده، خواننده و گوینده عروسکی اهل ایران بود. وی فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک بود. او از سال 1348 فعالیت هنری خود را آغاز کرده بود و بازی در مجموعه تلویزیونی عروسک ها، فیلم سینمایی نفس بریده و سرود تولد و قیصر را در کارنامه هنری خود دارد. مفید نزدیک به 70 فیلم و سریال تا قبل از انقلاب بازی کرد. با شروع انقلاب یکی دو کار کرد، اما پس از آن گفتند حق کار کردن ندارد. برای همین به تئاتر رفت، اما آنجا هم اجازه کار پیدا نکرد و مدت‌ها بیکار ماند. بهمن مفید که به مدت یک سال به دلیل سرطان ریه تحت درمان بود، در 26 مرداد 1399 در سن 78 سالگی در منزلش واقع در تهران درگذشت. صدیقه کیانفر. صدیقه کیانفر بازیگر سینما و تلویزیون زاده 20 بهمن 1311 در آبادان است. او از سال 1336 توسط استادان هنر دبیرستان دعوت به کار شد. یکی از اساتید هنر ایشان وقتی صدای او را شنید گفت که صدای خوبی داری و می توانی در رادیو گوینده شوی. بعد از معرفی به رادیو، کیانفر اولین نمایش زنده خود را با نام سه قطره خون نوشته صادق هدایت اجرا کرد. وی اولین تجربه بازیگری خود را در فیلم سینمایی بحران انجام داد. این هنرمند پیشکسوت فعالیتش را قبل از انقلاب آغاز و با درخشش در زمینه بازیگری در آثاری چون هامون و مجنون، آپارتمان شماره 13 بازی کرد. او در 5 خرداد 1399 به علت ایست قلبی درگذشت. ماهچهره خلیلی. ماهچهره خلیلی متولد 25 دی ماه 1355 در تهران بود. وی دارای مدرک فوق لیسانس معماری از دانشگاه آکسفورد انگلستان می باشد. ماهچهره خلیلی دوره بازیگری را در لندن گذراند و در سال 1382 برای اولین فعالیت سینمایی خود جهت بازی در فیلم چشمان سیاه پس از 22 سال به ایران آمد و دوره دیگری از بازیگری و کارگردانی را در مؤسسه سمعی و بصری استاد سمندریان در سال 84 پشت سر گذاشت. خانم خلیلی نوه پروین سلیمانی بازیگر قدیمی سینمای ایران می باشند. او و ابراهیم اشرفی تصویربردار در 25 فروردین سال 1393 زندگی مشترک خود را آغاز کردند. این بازیگر درباره نحوه آشنایی با همسرش گفته بود: سر یکی از پروژه ها با همسرم که مدیر فیلم برداری است آشنا شدم و کم کم با هم وارد تعامل شدیم و بعد از آشنایی با هم ازدواج کردیم. حاصل زندگی مشترک ابراهیم اشرفی و ماهچهره خلیلی یک پسر به نام پرواز می باشد. زنده نام ماهچهره خلیلی در 17 مرداد 1399 در لندن در اثر سرطان دار فانی را وداع گفت. روح همگی این عزیزان شاد و یادشان همواره گرامی باد. همراهان عزیز، مرسی که تا پایان این ویدیو از باید بدانیم با ما همراه بودید. لطفاً نظر خودتون رو درباره این ویدیو از طریق کامنت با ما و دیگر همراهانمان به اشتراک بگذارید.